در روز جنگ نفسگیر در بیش از 20 ولایت کشور. تازه ترین تصویر از لخمان یک پایگاه نظامی میان ولسوالی های دولتشاه و علی شنگ را طالبان هدف قرار دادند. منابع میگویند نبرد در ولسوالی علی شنگ داغ شده و نیروهای تازه نفس در بخشهای از لخمان عملیات ضد طالبان را راندازی کردند. سوی دیگر نیویورک تایم در گزارش میگوید در یک ماه پسین 4 ولسوالی زیر اداره طالبان در آمده و 10 پاسگاه و پایگاه نظامی میان جنگجویان طالب و نظامیان دولتی دست به دست شدند. یوازی مرسی ویدی چه که آقا که یو دیش نفر سرگروپونه دی و شمول دو معاون دوالی. اما مهمتر این نبردها به دو طرف جنگ و مردمان بیرون از منازعه تلفات سنگینی به جا مانده است. آمار گردآوری شده از گزارش های آریانا نیوز نشان می دهد که در 10 روز گذشته 64 نظامی و 120 غیر نظامی در نتیجه درگیری ها جان باختند. بر بنیاد اطلاعات در درازای 10 روز روزانه 10 طالب نیز کشته و زخمی شدند. از نظامیان 27 زخمی و از غیر نظامیان 114 زخمی در 10 روز گذشته به جا مانده است. مختلف و حملاتو که در خزو و ماشومان پا گردون 15 دشتن ملکی وگل شهیدان شویدی او و دشتن نور تپیان شویدی. اولس ملکی وگل وجل شوی او دو وشت هم قربان تپیان دی. نیویورک تایمز به نقل از منابع دولتی و محلی گزارش داده است که از اول می سال جاری تا اکنون 26 پایگاه و پاسگاه نظامی در ولایت‌های لغمان، بغلان، میدان بردک، فرا و غزنی به دست طالبان افتاده است. نگرانی ها وجود داره، در ولسوالی های دیگه هم که مثل تالا و برفک است، اگر دنه غوری است، ولسوالی بغلان مرکزی است. در نتیجه درگیری های در روز گذشته صدها خانواده نیز آواره شدند. سوی دیگر شهرها هم ناامن نگه داشته شدند. در این یک هفته پسین پایتخت هم گواه نزدیک به 10 ترور هدفمند بود، ترورهایی که بیشتر نظامیان را هدف قرار داده است. در این چند ماه پسین بیشتر ترورهای هدفمند در پایتخت و ولایت صورت گرفته است که تاکنون هیچ گروه مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. سمجهش آریانا نیوز، کابل.